یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود یه جایی بود دور دور. میپرسی اسمت چیست؟ میگوید پنج شنبه. میپرسی فامیلت چیست؟ میگوید آزادی. میپرسی از کی آزاد شده ای؟ میگوید از زمان حکومت اسلام. یعنی از زمان اسلام، حکومت اسلام. زمان حکومت اسلام بله آزاد شده. خب مشکل مردم این محل چیه؟ بیشتر مردم در دل مردمان اینجا زمین ندارن. زمین ندارن. زمین نداره، یعنی ارباب این مردمان اینجا حکم اربابیت داره، میگن برای ما کار بکنن یه تکنان براشون میدی. خب شما وجد مشکل چیه؟ مشکل آزادی. نام آزادیه؟ نام شنبه. شنبه؟ آره. خب کجا کار میکنی شما؟ کار همه چهان لافه همه کار این کتاب و مرچ این کتاب ما مزنی مردم بیتا اینو برتق انته زورم برتق. این بعد چی گفتن؟ میگم ما اینجا کار کردیم، باغ درست کردیم، خودشون به ما دادن، بعد ما به ثمر رساندیم، از ما گرفتن، با زور از ما گرفتن. میگه ما میتونیم شما را خرید فروش میکنیم، میتونیم شما را بفروشیم، شما را بکشیم، چطور مال شما هم برای ما میاد؟ خب اینجا مردم دیگه چه مشکلاتی دارن؟ مشکلات مردم اینجا بیشتر تون زمین ندارند، این بدبخت هستند، کار زیاد میکنند، پولی چیزی هم ندارن. اینجا مردم رو زمین ها کار میکنند، محصول چقدر به اونها میدن؟ محصول مثلا 4 بهر خودشون میگیرند، یه بهر برای اونها میدن. 5 قسمت میکنن؟ بله، بعضی ها 5 قسمت میکنن، بعضی ها 3 قسمت میکنن. 4 قسمت اون مردم ها دیگه میگیرن، 1 قسمت به؟ بله، به ما میدن. به شما میدن؟ بله. آیا این مردم ها بوده که این را با پول خرید و فروش بکنن؟ بله، قبلا بودن. مثلا به چه صورت میفروختن این را؟ مثلا کسی که مثلا تنگ دست بوده به اون میگه حکم رعیتی داریم و میفروشیم، میگه شما غلام هستی، شما نوکر اونها بودی. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود یه جایی بود دور دور. مردمش سیاه بودن، مثل کهربا بودن، تنشون مثل شبق، اما توی دل غم گرفتشون مثل کفترا بودن. همشون غلام اربابا بودن، مثل کفتری بودن که بیفته تو قفس، ذهنش از آسمون آبی پره، اما اینجا تو سیاهی قفس خون میخوره. بله، خون دل میخوردند و اشک چشم. و از بچه ها بگوییم که آنها هم وقتی که بزرگ میشدند غلام و کنیز ارباب ها بودند و در ازای مشتی خرما خرید و فروش می شدند. تنشون مثل شبق، اما توی دل غم گرفتشون مثل کفترا بودند. از بدی ما خلق قاسقن ازا و قب پناه آورده بودند به خداوند فلق. سنگ بوده ها؟ مخواد تو چیکار بکنی؟ و خدا هم کسی را برای آنها فرستاد که نجات دهندهشان باشد. بندی بند از بینه برده ای فحصل برده این بیمه فحصل گیران شده. اینها نسلی هستند که اجدادشان را ده ها سال پیش انگلیسی ها از زنگبار آفریقا به بلوچستان آوردند. آنها تمام این سال ها را غلام و غلامزاده و نوکر و نوکرزاده بودند و نسل اندر نسل خرید و فروش شدند، و یا پشت قباله نکاح فلان پسر و یا فلان دختر خوانین این سوی آن سوی رفتند، و اکنون بیشتر آنها به برکت انقلاب اسلامی آزاد شدند و نام خود را آزادی نهادند. پنج با موادی با بادبتی این کار تو ماتیم تو پادم تو وعده پا دیگ باریا. خب برای ایشون چی گفتن؟ میگی اینا کمار درست کرده، نصف به ما داده، نصف حاک نصف نخل. اول نصف زمین مال این بوده با نصف نخل، به ما نصفش داده، الان که درست کرده نه نصف برای میده نه حاکش برای میده. حالا اگر کار میکنه صاحب دوم گروه کار میکنه 1.5 میده برای پنجگه حاصل.
پنج یکه محصول بشه. محصول چی که محصول میدیم برای از زمین سهم بشه؟ نه نه زمین نقد سهم نیست. این نخلای این طرف چی؟ این الان شما کار کردی؟ هایی هم ما کار کردی بدن پیرین رو دوست کردی پیرین رو کارتم منو که جنده کشتم نهر کدن ایشون چی گفتن؟ میگن خودم کاشتم با دست خودم کاشتم با دست خودم آب دادم تا بزرگ شدم این صورت رسیدن الان میگن نه. اگر کار میکنی پنجه که به شما میده اگر کار نمیکنی که یعنی الان کار میکنی پنجه چی میده اون نخله اون طرف چی اونا اون هم به همین صورت اونا همه به همین صورت تمام به همین صورت بعد حالا میگن زمین از شما این سهمی الان هیچ رو نمیدم زمین هیچ نه محصول بگیر نه هیچ یوندا بدی فرق درود سای نزده کتنم سای کتنم منی لاپا باینا بدی اون پول دارتا نه پول دارتا پول من نه داده بوته من داده با بوته من داده بوته من داده این زمین ازور از از این پیرمرد بگیر به ما بده اونا به زور گرفتن به زور گرفتن از هیچ سهم هم دیگه بهشون نمیدن نه هیچی نمیدن پنج یک هم دیگه نمیدن هیچ هیچ با اون طرف نمیگذاره که بره البته یه مرد بهشون زدن هم آه انگه یه مرد پیرمرد همون پیرمرد همون سالم زامت برادره مانم ریشو همون به همون یه مرتبه زدن یه بار زدن زدن که چرا شما حرف میگید حرف چرا دامادی برادر ایشونو زدن ها بابا جو زور ما بابا زور ما یا که به شما میزنیم به شما میکنیم قیمت شما 15000 ما پول زیاد داریم ماشین داریم قیمت شما رو میگم بله قیمت ما رو میگم میگم شما بکشیم قیمت شما 15000 15000 نه 100000 200000 ما داری پول میدی برات شما میکشیم 15000 قیمت شما بله. بچه ها از همون اول که پاشون به دنیای ما میرسید سیاه بودن سیاه ها هم همشون کنیز و غلام اربابا بودن دیگه یادشون میرفت اونجا وقتی که پیش خدا بودن سیاه و سفید با هم فرقی نداشت نطفه ها پسر یا دختر می شدند بچه ها شاد بودند وقت بچگی که آزاد بودند اما وقتی که بزرگتر می شدند کم کمک می فهمیدند سیاه بودن گناهه اینجا هر کس سیاهه یا غلامه یا کنیز گریه کن عشق بریز یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود یه جایی بود دور دور مردمش سیاه بودن مثل کهربا بودن تنشون مثل شبق اما توی دل غم گرفتشون مثل کفترا بودن اگر مثلا مردم اینجا مریض بشه از اینجا تا چابهار این طوری 1000 تومنه به ما 5000 تومن میگیرن این بیشترشون میگن نبرید باشه بمیگن اینجا بعد میگه بعضی ها مثلا ماشینی از جای دیگر بگیری میگه 5000-6000 کمتر نبرید کرایه میگیرن بله از نیکشه مثلا ما از نیکشهر بریم یکی سخت مریض بشی 3000-4000 به ما میگیرن خودشان یک 500-300 تومن میبرن به ما 5000-6000 میگیرن ما داشتی مریض 2000 تومن داد در نیکشهر نبرد الان این مریض بیره مریض بوده 3000 تومن 2000 تومن دادن 2000 تومن نبردن الان اینو نمیذارن زن بگیره میگه زن بگیرید به شما میکشیم اذیت میکنیم یعنی میگن حکم رایتی دار میگه ازش راضی نیستن نه از این میگن که چرا به ما صبح تا غروب به ما کار کنه بعد به زن اجازه میده بگیره از هر کسی راضی نباشن از هر کس راضی نباشن یعنی راضی نباشن نمیذارن زن بگیره در حدود یه سال میشه یکی از برادر گوششون بریدن همینا همینا بلوچا همینجا چرا بریدن خودشون بریده حکم رایتی داره گوششون بریده برادرشین برادرشینه برادر ایشون بوده بله برادر همین بوده گوش بریده الان چند مرتبه گوشش بریده گوش نام برده بتنه هر دادلی هسته سم از اربابه اربابه اونه بله چرا گوش برادرش گوش بریده که گوسفند داشت این چوفان بوده چوپان گوسپندا بوده گوسپندا یه گوسپندا نبرده با گوسپندا گفته شما به ما چیزی نمیده من گوسپندا رو شما رو نمیبرم شما یه 5 تومن 10 تومن تا به ما بدید تا گوسپندا رو شما رو هم ببرم برای همین گوشش بریده بله نبرده اومده گوشش بریده
گوشش بوده به پاسگاه خبر دادیم، پاسگاه هم جز همونانه. پاسگاه با اونا هم کاری میکنه؟ بله پاسگاه با اونا هم کاری میکنه. حالا اینجا پاسگاه دیگه نداره؟ پاسگاه چرا؟ اینجا یعنی پاسگاه داره الان نیکشهر نشسته. خود شاهان پاسگاه داره ولی نیکشهر نشسته. قبلا ما گفتیم به چه صورت بوده؟ اول پاسگاه اینجا بوده. حالا پاسگاه نمیاد. الان راضی که پاسگاه نیست. الان ما راضی هستی پاسگاه بیاد؟ نمیاد پاسگاه. چرا شما هم پاسگاه بیاد؟ ما میگم به سر ما ظلم نشه. اینی پاسگاه کدی نگو نه ما بلکه مکنه. شما راضیات نکن. بله ما راضیات نکن. پداس ما نه. این شده که تا حال از مردم اینجا بزنن به زور به کاری وادار بکنن. ما جنند ما بنی پاسگاه مثلا نیفت. بله. واجد ما واجد ما 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 را که جات ماشتن پاسگاه نیفشه. دیری آبرو. نرم. اما حالا توی اون دیار دور چند تا آدم دیگه اومدن از یه عالم دیگه دورتر از دریای شور تا بشن سنگ صبور رو با اونا شریک بشن همراه قافله قصه هاشون تو غم و قصه هاشون. بعد پاس دارم باشه؟ بله. خیلی خوب ما خودمون همکاری بکنیم. خودمون ما همکار بعد پاس دارم باشه من میگم خودمون خواهد از شما بگیم خودمون بعد اولین قدم ها اولین کار ها بعد شما خودمون پیش بذاریم. بله خودمون از اونا نترسیم برید حق خودمون بگیرید بگنه اونا که حقش ما رو مفت بهش کن ندهن مفته هم شما رو ندهن پاس کار دولت گوشت خبر کرد پاس کار بیاد اینجا شما رو کمک بکنه شما از اونا مطور چه حق خود رو بگیر دولت بهش ما زمینه میده به شهر که